درود به شما دوستداران فلسفه. امروز به بحث سازگاری سوسیالیسم با دموکراسی می‌پردازم و سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که حضور حزب سوسیالیست در ساختار لیبرال دموکراسی مفید یا مضر. در جلسات قبلی تا جایی که در توانم بود سعی کردم شما عزیزان رو قانع کنم که آینده روشن برای کشورمون از طریق رسیدن به دموکراسی در سایه سکولاریسم و لیبرالیسم محقق خواهد شد. قبلا گفتم با توجه به اینکه همه کشورهای دموکراتیک دنیا بلا استثناء نظام سرمایه‌داری رو برای اقتصادشون انتخاب کردند و هر کشوری که غیر از این عمل کرده به فقر و استبداد کشیده شده، حداقل منطق تجربه گرا حکم میکنه که ما هم برای اداره کشورمون نظام لیبرالیسم اقتصادی رو انتخاب کنیم. اما برای داشتن یک دموکراسی مستحکم همراه با توازن قدرت، نیروهای اپوزیسیون باید در مقابل نیروهای پوزیسیون وجود داشته باشند. طبیعتاً نیروی پوزیسیون که در انتخابات آزاد برنده شده قرار چند سال حکومت کنه. سایر احزاب باید به نتیجه انتخابات و اکثریت آرا احترام بگذارند. ولی در عین حال حق دارند و وظیفه دارند که به عملکرد حکومت انتقاد کنند. اصولاً نقش اپوزیسیون انتقاد به حکومت و آماده سازی دور بعد انتخاباته. من در یک ویدیوی قدیمی درباره فلسفه دیالکتیک هگل صحبت کرده بودم. ازتون دعوت میکنم که این ویدیو رو روی کانال من تماشا کنید. بنا به فلسفه دیالکتیک، هر اندیشه‌ای برای اینکه تکامل پیدا کنه باید با اندیشه متضاد خودش برخورد کنه و از برخورد اونها اندیشه جدیدی حاصل میشه که کاملتر و بهتر از دو اندیشه قبلیه. اگر در نظامی فقط یک مدل تفکر سیاسی وجود داشته باشه و یک تازی کنه، چون مورد انتقاد قرار نمیگیره و با اپوزیسیون برخورد نمیکنه، اصلاح و پیشرفتی هم درش صورت نمیگیره. اندیشه‌ای که پیشرفت نکنه روزی منسوخ خواهد شد و دیگه در دنیای مدرن جایی نخواهد داشت. عواقب یک اندیشه سیاسی متحجر، منسوخ و عقب افتاده گریبانگیر کل جامعه خواهد شد و این مردم هستند که به ناچار زمانی باید تقاصش رو پس بدن. برای اینکه این اتفاق نیفته باید اجازه بدیم اپوزیسیون در نظام سیاسی کشور شکل بگیره. ممکنه بعضی ادعا کنند ظرف این سالها در ایران هم اپوزیسیون داشتیم. اصلاح طلب در مقابل اصولگرا. در پاسخ باید بگم که در ایران همه چی داریم و در عین حال هیچی نداریم. به ظاهر اپوزیسیون داریم ولی اپوزیسیون واقعی نیست. به ظاهر پارلمان داریم ولی کارکرد یک پارلمان واقعی رو نداره. نهادهای دموکراتیک ما توهمی و قلابی هستند. مثل یک شهرک سینمایی میمونه که درش همه سازه‌های یک شهر وجود داره ولی همه تصنعی هستند و کارکرد واقعی ندارند. فقط به درد فیلمسازی و توهمسازی میخورند. خب از حاشیه برگردم به بحث اصلی. گفتم در یک دموکراسی مستحکم و متعادل باید نیروهای اپوزیسیون وجود داشته باشند. حالا بر فرض اینکه یک حزب کاپیتالیستی بر مسند قدرت نشسته باشه، حضور حزب سوسیالیست و همچنین حزب اکولوژیست بین نیروهای اپوزیسیون نه تنها مفیده بلکه ضروریه. این نیروها کمک می‌کنند که نظام سرمایه‌داری متعادل بشه، که نئولیبرالیسم یک تازی نکنه، که به خاطر منفعت اقتصادی محیط زیست رو از بین نبریم، که اختلافات طبقاتی معقول و عادلانه باشند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگر حزب سوسیالیست در نظام سرمایه‌داری وجود داشته باشه الزاماً در اپوزیسیون نخواهد بود. شاید در انتخابات برنده بشه و خودش دوره‌های در نقش پوزیسیون قرار بگیره. بسیار عالی، این کاملاً طبیعیه و هیچ اشکالی هم نداره. مثلا در کشور فرانسه نظام اقتصادی نظام سرمایه‌داریه
ولی شخصیت برجسته سوسیالیست مثل فرانسوا میتران دو دوره پی در پی رئیس جمهور شد. سالها بعد فرانسوا اولاند رئیس جمهور شد که او هم سوسیالیست بود. اما یک مسئله رو باید در نظر گرفت. با توجه به سابقه تاریخی سوسیالیسم در کشورهای کمونیستی، برای اینکه حزب سوسیالیست در دموکراسی مدرن حضور داشته باشه بدون اینکه تهدیدی برای آزادی و دموکراسی محسوب بشه، باید شروطی رو بپذیره و به اونها پایبند باشه. من میخوام براتون درباره این شروط و تعهدات صحبت کنم. امروز وقتی در دموکراسی مدرن از سوسیالیست ها صحبت میکنیم، منظورمون سوسیال دموکرات ها هستند که این شروط رو پذیرفتند. سوسیال دموکرات ها برای اینکه در دموکراسی حضور مفید و مؤثر داشته باشند، بدون اینکه پایه های لیبرالیسم و دموکراسی رو لغزان کنند، در مقایسه با سوسیالیست های قدیم در یک سری از مواضعشون تجدید نظر کردند. خب حالا ببینیم سوسیالیست ها برای سازگار بودن با دموکراسی چه شروطی رو میبایست رعایت کنند. شرط اول، صرف نظر کردن از برابری مطلق در تقسیم ثروت و قدرت که نه تنها عادلانه نیست بلکه غیر عقلانی و غیر طبیعیه. پویایی جامعه رو از بین میبره و مهمتر از اون باعث سرکوب شدن آزادی های فردی و نهایتاً از بین رفتن دموکراسی میشه. پس نقش حزب سوسیال دموکرات ایجاد تعادل در نابرابری هاست، نه از بین بردن اونها. اگر حزب سوسیال دموکرات خوب عمل کنه، هم اختلاف طبقاتی کاهش پیدا میکنه، هم رفاه نسبی برای طبقات پایین دست جامعه حاصل میشه و در عین حال از اصول لیبرالیسم و دموکراسی هم محافظت خواهد شد. شرط دوم اینه که مدعی سوسیالیسم مالکیت افراد بر ثمره کار خودشون رو قبول کنه و به رسمیت بشناسه. اگر فردی سرمایه گذاری کنه، کارخونه تأسیس کنه و از این طریق ثروتمند بشه، البته با رعایت قانون کار، قانون مالیات و غیره و غیره، حزب سوسیالیست نره کارخونه اون فرد رو مصادره کنه به بهانه اینکه او بیش از حد ثروتمند شده یا اینکه اون فرد حق نداره مالک ابزار تولید باشه. البته در نظام لیبرال سوسیالیست ها میتونند با پیشنهاد وضع قوانین جدید مالیاتی، بهبود قانون کار، مذاکره با کارفرماها از طریق سندیکاها و حتی حمایت از اعتصابها شرایطی رو به وجود بیارند که در سایه توافق و همگرایی بین کارمند و کارفرما باز تقسیم ثروت متعادل‌تر باشه و شرایط رفاهی کارگران و کارمندان بهبود پیدا کنه. پس شرط دوم شد به رسمیت شناختن مالکیت افراد به ثمره کار خودشون. شرط سوم سازگاری سوسیالیسم با دموکراسی، پذیرش و به رسمیت شناختن مکانیسم توزیع و تعیین قیمت در بازار آزاده، نه توسط یک سازمان برنامه حکومتی چنانچه در اتحاد جماهیر شوروی انجام می شد. چون حکومتی که قدرت رو از بخش خصوصی و بازار آزاد بگیره و خودش ابزار تولید رو کنترل کنه، به مونوپول قدرت تبدیل میشه و نمیتونه ماهیت دموکراتیک خودش رو حفظ کنه. البته جز در موارد استثنایی مثل بحران انرژی که الان در اروپا رخ داده. از اونجا که قیمت انرژی تأثیر حیاتی و مستقیم در زندگی افراد و همچنین در کارکرد همه نهادهای اقتصادی داره، دولت به این نتیجه رسیده که واگذار کردن توزیع و تعیین قیمت انرژی به بازار آزاد ریسک خطرناکی برای مصرف کنندگان انرژی. بنابراین مثلا فرانسه داره صنعت برق رو دولتی میکنه. البته همین الان هم بیش از 80% سهام بزرگترین تولید کننده برق فرانسه متعلق به دولته. از این طریق در صورت لزوم دولت هزینه ها رو گردن میگیره تا تضمین کنه که قیمت برق برای مصرف کننده از حد معقول تجاوز نکنه. ولی خارج از یک سری صنایع و کالاهای استراتژیک، به طور کلی حزب سوسیالیست باید مکانیسم بازار آزاد رو بپذیره. شرط چهارم اینه که حزب سوسیالیست مفهوم پول رو در اقتصاد به رسمیت بشناسه و در سودای از بین بردنش نباشه.
میدونی که سوسیالیست‌ها در کشورهای کمونیستی سه چیز رو از بین بردند: طبقات اجتماعی، مالکیت خصوصی ابزار تولید و پول. ببینید، برجسته‌ترین اساتید علم اقتصاد پول رو یکی از اعجازگران تاریخ بشر میدونند. میگم پول کاری رو میکنه که اگر صدها مغز متفکر در یک سازمان برنامه بسیار پیشرفته دور هم جمع بشند، نمیتونند اون کار رو انجام بدند. پول در واقع به طور خودکار معیار کیفیت، کارایی و بهره‌وری رو در اقتصاد میسنجه و تناسب اجزای جامعه رو نسبت به این سنجش تنظیم میکنه. منحل کردن پول توسط برخی کشورهای کمونیستی زمینه ساز نابودی اقتصادی و فقر و فلاکت در این کشورها شد. پس شرط سوم اینه که سوسیالیست‌ها منحل کردن مفهوم پول رو در برنامه کار خودشون قرار ندن. شرط پنجم اینه که حزب سوسیالیست خودش رو متعلق به کل جامعه بدونه، نه فقط به طبقه کارگری. در جوامع مدرن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون صنعتی، تقریباً 75% تولید ملی ثمره کار کارمندان، مدیران و متخصصانه، یعنی خدمات. کارگر در معنای صنعتی خودش 25% در تولید کل سهم داره. برخلاف ساختار اجتماعی قرن 19، امروز طبقه کارگری از نظر تعداد در اکثریت نیست. بنابراین اگر حزب سوسیالیست خودش رو فقط متعلق به قشر کارگری بدونه، اون دیگه در دنیای امروز اسمش میشه سندیکا یا اتحادیه کارگری، نه یک حزب سیاسی. اگر حزب سوسیالیست تمایل داره مثلا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و شانس موفقیت داشته باشه، باید در مدل تاریخیش بازنگری کنه تا بتونه نماینده اکثریت افراد جامعه باشه، نه فقط طبقه کارگری. آخرین شرط و فکر میکنم مهمترین مسئلهی که سوسیالیست ها باید نسبت بهش متعهد باشند اینه که اولا قدرت رو از شیوه های دموکراتیک به دست بیارند، نه با انقلاب مارکسیستی. دوم این که اگر قدرت رو به دست آوردند، حاضر باشند که اگر در انتخابات بعدی حزب دیگری برنده شد، قدرت رو به طور صلح‌آمیز واگذار کنند و دوباره در نقش اپوزیسیون قرار بگیرند. اگر سوسیالیست ها به این سوال دو پهلو پاسخ بدند، سازگاری اونها با دموکراسی شک برانگیز میشه. مثلا بگن معلومه که شکست احتمالی رو قبول میکنیم، اما به شرط برابری فرصت ها، به شرط اینکه نئولیبرالیست های مخالف ما عدالت رو رعایت کنند و غیره و غیره. نه، اما اگر و هیچ شرطی وجود نداره، بازنده انتخابات دموکراتیک باید شکست رو قبول کنه و قدرت رو به صورت صلح‌آمیز به برنده انتخابات واگذار کنه. وگرنه این خطر وجود داره که سوسیالیست یا هر حزب دیگری از طریق انتخابات به قدرت برسه، بعد انتخابات رو ملغا کنه و خودش رو رهبر مادام العمر اعلام کنه. در نتیجه اگر سوسیالیسم مدرن این شروط رو بپذیره و خودش رو از سایه سنگین لنین و استالین رها کنه، اون وقت حضورش در دموکراسی هم مفید و هم ضروریه. سوسیال دموکراسی در حوزه عمل میتونه نظام سرمایه‌داری رو تعدیل کنه و جلوی زیاده روی‌های نئولیبرالیسم رو بگیره. البته به شرطی که مالکیت خصوصی رو نفی نکنه و مانع آزادی‌های فردی و اجتماعی نباشه. همین اسمی که روی سوسیال دموکراسی گذاشته شده نشون میده که خود سوسیالیسم تمایل داره که در سایه دموکراسی باقی بمونه. از طرف دیگه اگر نظام سرمایه‌داری هم بخواد دموکراتیک باقی بمونه، نیاز به یک مکانیسم کنترلی داره. و چه مکانیسم کنترل کننده‌ای بهتر از سوسیالیسم؟ ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خرد یارو نگهدارتون.